خامنه رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با هزاران نفر از دانشجویان بار دیگر با اعلام این موضوع که از ابتدا با برجام مخالف بوده و بارها مخالفت خود را بیان کرده و مخالفت او با برجام در سخنرانی ها و اظهارات او به وضوح نمایان است تمام مشکلات و تقصیرهای ناشی از پذیرش برجام را به گردن دولت انداخت و خود را از مسئولیت برجام مبرا کرد این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی در جمع حامیان و طرفدارانش خود را از مسئولیت ناشی از اقدامات اجرایی در کشور مبرا میداند و اعلام می کند که دولت مستقل از اوست و وی نقشی در اقدامات اجرایی دولت ندارد. این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی عنوان می شود که وی نه تنها در سطح اجرایی در تعیین وزرا مداخله می کند بلکه حتی انتخاب برخی از مدیران ارشد شهرداری در موقعیت هایی که از نظر رهبر دارای اهمیت ویژه هستند مانند حوزه فرهنگ باید با موافقت تلویحی او صورت پذیرد رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که وی به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد خیلی اعتقادی نداشته است گفت بارها نیز به خود مسئولان از جمله به آقای رئیس جمهوری و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفته و موارد زیادی را به آنها تذکر داده است خامنه ای در عین حال افزود به این نامه ای درباره برجام به مسئولان نوشته و در آن کاملا مشخص کرده که تصویب باید چگونه باشد. وی تأکید کرد اگر آن شرایط و خصوصیات اجرا و اعمال نشد وظیفه رهبر این نیست که بسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود. آقای خامنه ای به گونه ای طرح موضوع می کند و سطح نازل مداخله خود در اجرای برجام را به گونه ای نمایش می دهد که گویی دولت جمهوری اسلامی آنقدر مستقل است که می تواند و این قدرت را دارد که علا رقم مخالفت رهبر با مختصات سریح اجرایی در دولت و اعلام و ابلاغ آن به رئیس جمهوری اما رئیس جمهور آنقدر مستقل است که میتواند دستور و دغدغه رهبر را نادیده بگیرد و مستقل از او خواسته خود را پیش ببرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به واقعی نبودن قیمت دلار گفت مسائل روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است. حسن روحانی همچنین صدور مجوز برای سادر کننده ها و آزاد گذاشتن سادر کننده ها برای واردات کالا به کشور را در صورتی صحیح دانست که وارد کننده ها قیمت کالاها در بازار را بر مبنای ارز نیمایی محاسبه کنند تا به مردم فشار زیادی وارد نیاید. وی با انتقاد از بالا بردن قیمت اجناس وارداتی برای مصرف کننده ها تأکید کرد برای دولت راحت تر است که صادر کننده ها اجناس مورد نیاز کشور را هم وارد کنند اظهارات رئیس جمهوری در خصوص این موضوع که وارد کننده های کالا باید قیمت کالاهای وارداتی را با قیمت ارز نیمایی به بازار عرضه کنند در حالی عنوان می شود که با بالا گرفتن مشکلات ارزی در کشور و با بازگشت تحریم ها که موجب کاهش نقدینگی ارزی به کشور شد دولت به بهانه اجبار در کنترل میزان مصرف ارز در اختیار دولت واردات بسیاری از کالاها به کشور را ممنوع کرد و موجب شد تا علاوه بر آن که به علت غیرقانونی شدن واردات کالا قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش یابد بلکه به علت محدودیت کالا در بازار که در اثر محدودیت در واردات کالا ایجاد شد قیمت کالاها به شکل ای در بازار افزایش یابد وی در ادامه اظهاراتش در گفتگو با کارآفرینان اقتصادی با بیان این موضوع که مشکلات امروز کشور در هیچ تاریخی از کشور وجود نداشته است با اشاره به فشار و تمرکز دشمن بر جلوگیری از فروش نفت و ایجاد موانع گسترده برای ایجاد روابط بانکی گفت دشمنان تمام تلاش خود را برای ایجاد موانع در شریانهای اقتصادی کشور متمرکز کردند و تلاش می که هم مانع توسعه اقتصادی شوند و هم بر روند زندگی مادی، معنوی، فکری و خانوادگی مردم اثرات منفی بر جای بگذارند. کارشناسان تعدیل سیاست های دولت در خصوص واردات کالا را یکی از راهکارهایی میدانند که ممکن است بتواند بخشی از بحران کالایی و قیمتی در کشور را مرتفع کند و شرایط زندگی و مصرف کالا را برای بسیاری از مردم تا حدودی تسهیل کند ایران همچنان وابستگی زیادی به کالاهای وارداتی دارد و ایجاد محدودیت در واردات کالا علاوه بر آن که موجب فشار زیادی به مصرف کننده ها می شود و قیمت کالا را در داخل کشور به شکل سرسام‌آوری افزایش می دهد همان گونه که تاکنون داده است علاوه بر آن با قطع ارتباط اقتصادی و تجاری ایران با جامعه جهانی اقتصاد ایران را به اقتصادی منزوی در جامعه جهانی تبدیل می کند که بود و نبود آن هیچ گونه تأثیری بر روندهای مبادلات تجاری در سطح بین‌المللی ندارد و به سهولت قابل صرف نظر کردن است. در حالی که شایعات زیادی حاکی از این است که کشور به سمت نظام پارلمانی حرکت خواهد کرد و تاکید می شود که برخی از کارگزاران در تلاش هستند تا احتمالا در آینده ای نه چندان دور با حذف پست ریاست جمهوری از ساختار سیاسی کشور شرایط را برای ایجاد نظام پارلمانی فراهم کنند آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار خود با دانشجویان کشور با اشاره به مناسب بودن ساختار قانون اساسی در کشور نظام پارلمانی را دارای مشکلات متعدد دانست و تاکید کرد نظام پارلمانی برای شرایط فعلی کشور نظام مناسبی نیست وی با اشاره به اینکه اشکالات اجرایی در کشور به علت اشکالات ساختاری در قانون اساسی و نظام ساختاری کشور نیست تاکید کرد این اشکالات به علت کوتاهی ها و ناتوانی ها و سلیقه های گوناگونی است که به کمبودهای فعلی منجر می شود وی در عین حال تایید کرد در ساختارها هم اشکالات و نواقصی وجود دارد که به مرور زمان تکمیل می شود و نواقص و خلاهای آنها برطرف می شود. او بیان که به نقصها و اشکالات موجود در عملکرد نهادهای انتصابی و کارگزاران انتصابی که عمدتا زیر نظر خود او هستند اشاره کند اشکالات اجرایی موجود در کشور را نناشی از ساختار اجرایی و قانون اساسی بلکه ناشی از ضعف‌ها و کمبودهای کارگزاران اجرایی کشور عنوان کرد اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مناسب بودن ساختارهای اجرایی در کشور در حالی عنوان می شود که وی چندی قبل در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار بازنگری و اصلاحات بنیادی در ساختار اجرایی کشور شده بود گرچه وی در نامه خود به رئیس مجلس طبق روال عادی خود به طور کلی طرح مسئله کرده بود و جزئیاتی درباره این موضوع که منظور وی از اصلاحات در ساختار اجرایی کشور چیست ارائه نکرده بود اما تاکید او بر ضرورت تغییرات در ساختار اجرایی کشور این گمان زنی را بین کارشناسان و تحلیلگران ایجاد کرده بود که وی در صدد ایجاد تغییرات در ساختار کلان اجرایی کشور از طریق تحت تاثیر قرار دادن مجلس برای ورود به موضوع تغییر نظام سیاسی کشور است که از این طریق زمینه های لازم برای تبدیل نظام جمهوری اسلامی به یک نظام شبه خلافتی و غیر انتخابی فراهم شود. با توجه به اینکه دقدقه فعلی رهبر در حال حاضر مسئله جانشینی است و سالهاست گمانه‌هایی درباره احتمال جانشینی مشتبه خامنه ای به جای او بر ساختار رهبری جمهوری اسلامی مطرح می شود این تاکید بر تغییر در ساختار اجرایی کشور در راستای ایجاد مقدمات اجرایی برای آماده سازی کشور برای تک رهبری شدن نظام سیاسی و ساختار سیاسی کشور نیز تلقی شده بود. تجربه نشان داده است که با توجه به رویکرد رهبر در سلب مسئولیت از خود در اظهارات آشکاری که عموما در جمع طرفداران خود مطرح می کند و سیاست راهبردی همیشگی او در این راستا که خود را به طور ضمنی با موضوعات پرچالش سیاسی مخالف نشان می دهد تا اتهامات احتمالی نسبت به خود را نیز مهار کند برخی از تحلیلگران تاکید او بر مخالفتش با نظام پارلمانی را تلاش از پیش برنامه ریزی شده او برای ابهامالود نشان دادن روی کرد خود نسبت به نظام پارلمانی در کشور قلمداد می کنند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به اهم مباحث مطروحه در نشست پرداخت و بیان داشت یکی از مهمترین موارد مطرح در نشست بررسی بهبود محیط کسب و کار بود تا دستگاه ها طبق وظایف خود در جهت تسریع تسیس شرکت ها یا عقص مجوز و بهبود اوضاع برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستند آماده کند تا وضعیت به گونه ای نباشد که افراد گمراه شوند و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه بروند بلکه بتوانند توسط سیستمی که در فضای مجازی ایجاد می شود به امورات خود دست یابند. محمود واعظی سپس به مصوبه دیگر اشاره کرد و گفت امروز در ارتباط با سلامت الکترونیک به بحث نشستیم و با توجه به حجم بالای کار و اینکه در اقصانقات ایران اکثریت مردم با آن درگیرند طبق دستور رئیس جمهوری مقرر شد تا از همین ماه خانه سلامت الکترونیک افتتاح شود تا مردم بتوانند از کاری که وزارتخانه های بهداشت، رفاه و ارتباطات انجام دادند و پیشرفت قابل توجهی داشته است بهرمند شوند. محمود واعظی در ادامه برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور از برنامه های دولت سخن گفت که دولت با اراده با مبارزه با فساد و بدون ملاحظه با فردی که مرتکب فساد شده تحت هر عنوانی به صورت جدی برخورد خواهد کرد واعظی اضافه کرد بنا به گفته رئیس جمهوری هر چه شفافیت بیشتر شود رانت تبعیض و فساد کمتر می شود به همین منظور پیشنهاد دولت الکترونیک و فضای مجازی به این دلیل است که دیگر فعالیت ها از حالت رو در رو خارج شود و در این صورت دیگر کسی نمی‌داند چه کسی کار دارد و دو طرف معامله چه کسانی هستند؟ وازی همچنین در ارتباط با سرنوشت لوایح پالرمو و سی اف تی خاطرنشان کرد این لوایح به کمیسیون مربوطه در مجمع فرستاده شده و دوباره بررسی ها انجام می شود و هر زمانی که لازم باشد به مجلس ارجاع می گردد وازی در انتها درباره مذاکره اظهار داشت احساس می کنم تا وقتی که مسئولان دولت آمریکا به مردم فشار می آورند و عهد شکنی می کنند مذاکره معنایی نخواهد داشت اظهارات واعظی در مورد مبارزه دولت با فساد زمانی است که خود دولت و افرادی چون نهاوندیان و نوبخت شریعت مداری و حسین فریدون از متهمان فساد دولتی هستند به گزارش رسانه ها جوی کاردار سفارت آمریکا در بغداد گزارش داد واشنگتن بغداد را از تحریم های مربوط به واردات انرژی از ایران معاف کرده است کاردار سفارت آمریکا اعلام کرد دولت عراق می تواند از ایران انرژی خریداری کند وی همچنین ضمن اظهار بی درباره وساطت عراق میان ایران و آمریکا گفت آمریکا میتواند بدون واسطه با طرف ایرانی وارد گفتگو شود و نیازی به میانجیگری عراق در این موضوع ندارد. عادل عبدالمحدی نخست وزیر عراق پیش از این اعلام کرده بود که برای کاهش تنش در منطقه هیئت هایی را به تهران و واشنگتن خواهد فرستاد. به گزارش رویترز ارتش آمریکا به دنبال تقویت نظامیان خود در منطقه میانه و عراق است قرار است 5000 نظامی آمریکایی به منطقه میانه اعزام شوند و احتمالا به دو پایگاه نظامی در عراق که فاصله چندانی با مرز عراق با سوریه ندارد و در نزدیکی بغداد منتقل می شوند پنتاگون تاکنون سکوت کرده است به گزارش CNN نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در حالی که های کنگره آمریکا در خصوص استیزاح احتمالی دانالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفتگوهایی را شروع کردند اعلام کرد دانالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در حال سرپوش گذاشتن بر روی تخلفاتش است پولسی گفت دموکرات های کنگره معتقدند دانالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در تلاش است یک موضوع غیرقانونی را از همه پنهان کند رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ضمن گفتگو با خبرنگاران پس از نشست نمایندگان دموکرات تاکید کرد هیچ کس از جمله رئیس جمهوری ایالات متحده برتر از قانون نیست ما معتقدیم رئیس جمهوری ایالات متحده در یک مخفی کاری دست دارد پلوسی این اظهارات را تقریبا یک ساعت پیش از دیدار وی و دیگر رهبران کنگره با ترامپ در کاخ سفید مطرح کرد. این نشست قرار بود با هدف بحث و گفتگو در خصوص توسعه زیرساختی برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از نشستی که در کاخ سفید برگزار شده بود در واکنش به این اظهارات و اتهامات اخیر وی مبنی بر سرپوش گذاشتن او به برخی مسائل مدعی شد من شفافترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا هستم. دانالد ترامپ از نشست بحث و بررسی توسعه زیرساختها با نمایندگان دموکرات نیز بعد از مدت کوتاهی بیرون رفت. او همچنین سران حزب دموکرات را به تفرقه در ایالات متحده متهم کرده است. پلوسی و دیگر اعضای ارشد مجلس نمایندگان ماه هاست که به سختی در تلاش هستند درخواست های نمایندگان دموکرات مبنی بر شروع رویه استیزاه ترامپ را به نحوی مهار کنند. این تقاضا روز سهشنبه پس از آنکه دان مکگاهن مقام پیشین کاخ سفید از حضور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان و ادای شهادت خودداری کرد به اوج رسید. ترامپ چندین مورد تحقیقات کمیته های مختلف کنگره را عملا به بنبست کشانده است این تحقیقات طیف متنوعی را شامل می شوند برخی از این تحقیقات در خصوص احتمال انصداد قانون به وسیله ترامپ در جریان تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات دخالت ادعای روسیه در انتخابات آمریکا و بخشی از آن نیز در خصوص شرکت ها و فعالیت های مالی و اقتصادی شخصی رئیس جمهوری هستند به گزارش شبکه خبری CNN چهار منبع آگاه گفتند که رقابت جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا برای اعمال نفوذ در طیفی از مسائل از جمله درباره ایران، کره شمالی و ونزوئلا هایی میان این مقام های کاخ سفید ایجاد کرده است. چند منبع مختلف به این شبکه خبری گفتند که روش محاسبگر بولتون چندان مورد رضایت پمپئو نبوده و باعث شده این نگرانی به وجود آید که بولتون پای خود را از نقش مشاور امنیت ملی فراتر گذاشته و به هیته اختیارات وزیر امور خارجه تجاوز کرده باشد. به نظر می رسد که در دولت دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بولتون نقش وزیر خارجه را ایفا می کند و در برخی از مسائل بسیار حساس از جمله در توییتر بسیار پرسر و صدا ظاهر می شود. به گزارش CNN اگرچه تنش‌های داخلی در موضوعات امنیت ملی امری تازه نیست اما یک منبع که شاهد تنش‌های میان بلتون و پومپئو بوده از آن کرد که این تنش‌ها در نشست‌های امنیت ملی کاخ سفید کاملا نمایان است. بولتون از زمان انتصاب به این سمت در حالی که باید میان نهادهای مختلف درگیر در موضوع امنیت ملی هماهنگی ایجاد کند تا کنون نشست های بسیار کمی با حضور مقام های مختلف برگزار کرده است. بولتون در این مدت ترجیح داده که فقط نشست های کوتاه و غیر رسمی با شخص ترامپ و مقام های شورای امنیت ملی آمریکا برگزار کند تا از رسیدن نظرات مخالف به ترامپ جلوگیری کرده و نقش مشاور امنیت ملی را از نقش اطلاع رسانی به رئیس جمهوری به نقش تصمیم گیری ارتقا دهد. CNN همچنین در گزارش خود آورده است که بولتون در درخواستایی که برای دریافت اطلاعات به سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا ارسال می کند نام پمپئو را حذف می کند تا در جریان این اطلاعات قرار نگیرد که این امر ناراحتی وزیر خارجه آمریکا را در پی داشته است. به گفته منابع آگاه وظیفه مشاور امنیت ملی دادن اطلاعات به رئیس جمهوری و اجرای دستورات اوست اما بی ترامپ در تصمیم گیری فضایی برای بولتون ایجاد کرده که به دنبال تاثیرگذاری گذاری روی او باشد درباره ایران نیز ترامپ معتقد است که بولتون به دنبال جنگ افروزی است اما رئیس جمهوری آمریکا خواستار مذاکره و توافق با ایرانیان است به گزارش رویترز نماینده کره شمالی در سازمان ملل در ژنو گفت که آمریکا باید تفکرات خود را تغییر دهد و پیونگیانگ تشته مذاکره با آمریکا و برداشته شدن تحریم ها نیست. نماینده کره شمالی در سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه گفت که اقدام آمریکا در توقیف کشتی باری کره شمالی بزرگترین مانع در بهبود روابط دو جانبه است و به واشنگتن هشدار داد تا علیه پیونگیانگ از منطق قدرت استفاده نکند وی همچنین تاکید کرد که دولت آمریکا باید تصمیم بزرگی درباره برداشته شدن تحریم ها قبل از شروع مجدد گفتگوهای متوقف هسته ای اتخاذ کند تا سونگ که در مصاحبه با رویترز این موضوع را مطرح می کرد افسود این بزرگترین اشتباه محاسباتی است اگر آمریکا فکر کند کره شمالی از جمله کشورهایی است که منطق قدرت یا فشار علیه آن کارساز خواهد شد هان گفت که آزمایش های موشکی کوتاه برد اخیر که در ماه می انجام شد بررسی معمولی توانایی های دفاعی ملی کره شمالی بوده و ادامه خواهد یافت. نماینده کره شمالی در سازمان ملل در ژنو در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا کره شمالی آماده از سر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست گفت اگر آنها تفکرات خود را تغییر ندهند و تصمیم بزرگی نگیرند به دنبال دور دیگری از مذاکرات نبوده و تشنه برداشته شدن تحریم ها نیز نیستیم این دلیل موضوعی بود که رهبر ما اعلام کرد اگر آنها تصمیم بزرگی اتخاذ نکنند دور دیگری از مذاکرات با آمریکا وجود نخواهد داشت خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که پنتاگون قصد دارد یک نیروی نظامی ده هزار نفره را با هدف تقویت برنامه دفاعی به خاور میانه بفرستد این طرح پنتاگون البته هنوز نهایی نشده و به موافقت کاخ سفید نرسیده اما به نظر می وزارت دفاع امریکا در حال بررسی آن است آسوشیتد پرس ضمن اشاره به تنش افزایش یافته این هفته ها میان واشنگتن و تهران می نویسد اعزام هر گونه نیروی نظامی بیشتر به منطقه خاورمیانه از سوی امریکا نشان از تغییر رویکرد پرزیدنت ترامپ دارد که بارها خواستار کاهش نیروی نظامی امریکا در منطقه شده بود در گزارش اسوسییتد پرس به جلسه روز گذشته نمایندگان کنگره با اعضای دولت و اختلاف نظر میان آنها در مورد ایران اشاره شده و این گزارش می نویسد بسیاری از اعضای از کنگره نسبت به رویکرد جدید دولت در قبال ایران شک دارند و از خود میپرسند که آیا این گونه اقدامات واکنشی به تحت دیدات ایران است یا منجر به ایجاد وضعیتی خواهد شد که امکان وقوع جنگ را افزایش میدهد این اتفاقات در حالی است که در سوی دیگر شبکه خبری CNN در گزارشی مدعی اختلاف و تنش میان جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مایک پومپو وزیر امور خارجه شده است CNN می نویسد این اطلاعات را از طریق چهار منبع کسب کرده و ادامه می دهد تنش میان بولتون و پومپو در حوزه مسائل مختلف از جمله ایران در جلسات امنیت ملی کاخ سفید قابل مشاهده است سی به نقل از یکی از منابع خود نوشته است این احساس گاهی به وجود می آید که جان بولتون فراتر از یک مشاور امنیت ملی و در نقش وزیر امور خارجه ظاهر می شود CNN می نویسد در حالی که مشاور امنیت ملی معمولا باید جلسات متعددی با سازمان های مختلف برگزار کند اما شیوه بلتون به این صورت بوده که او ترجیح می تا جلسات خصوصی با شخص رئیس جمهور داشته باشد این گزارش CNN در حالی است که پیشتر آقای پومپو هر گونه اختلاف میان خود و بلتون را رد کرده بود و گفته بود اختلاف میان او و بلتون وجود ندارد اما در واکنش به تردید برخی از نمایندگان دموکرات در مورد گزارش دو روز پیش اعضای دولت بنمانگان کنگره، مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه میگوید تهدیدات رژیم ایران واقعی بوده و هر کس آنها را باور ندارد یا دروغ میگوید یا این اطلاعات را به طور دقیق بررسی نکرده است.